درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تو. افشین هستم با 229مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و به هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه می شود. قرار بود این هفته برنامه نداشته باشیم، اما نرخ ارز مجال نداد. در این برنامه کارنامه ارزی دولت تدبیر و امید از زمان بر سر کار آمدن تا کنون بررسی می شود. دکتر حسن روحانی روز 15 مهر 1392 تنها 2-3 ماه بعد از به دست گرفتن زمام امور کشور به این حقیقت رسیدند. مسئله ارز یکی از اون مشکلات اساسی است. چند قیمتی بودن ارز یک بحث هست و یک مشکل، نوسانات عجیب و غریب در ماه‌های اخیر و سال‌های اخیر مشکل دوم بوده. یکی از مشکلات اساسی کشور چند قیمتی بودن نرخ ارز و نوسانات قیمت ارزه. کارنامه 4.5 ساله دولت تمدید و امید همینه که مسئله ارز همچنان یکی از مشکلات اصلی کشور باقی مونده. یعنی سخنان 4.5 ساله پیش رئیس جمهور منتخب امروز هم صدق میکنه. تلاش ما اینه اگر بتونیم نرخ ارز رو هم، یعنی یکسان سازی نرخ ارز جز و هدفهای ما در سال 93 است. این تلاش رو خواهیم کرد. همچنان در حال تلاشند و به یکسان سازی نرخ ارز نرسیدند. بعد از 5 سال دست و پا زدن، مذاکرات بین المللی، توافقات جهانی، مقاومت اقتصادی، اقتصاد مقاربتی، ببخشید مقاومتی، مبارزه با قاچاقچیان ارز و دستگیری فروشندگان ارز، هیچ کدوم نتونستن جلوی این مشکل اساسی رو بگیرن. البته همه اون تلاش‌ها تونست به طور چشمگیری جلوی صعود قیمت ارز رو بگیره موقتاً، اما در نهایت باز آش همون آش و کاسه هم همون کاسه. بانک‌های ما باید اصلاح بشه، سیستم قیمت ارز ما باید اصلاح بشه، باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت بکنیم. 2 سال و 4 ماه بعد از شناسایی مشکل اساسی، یعنی یکی از مشکلات اساسی کشور که یکسان نبودن نرخ ارز هست، هنوز رئیس جمهور منتخب در حال نصیحت مسئولانه. این دو کار بسیار سخته، ولی هر دوی اینها انشالله به حول و قوه الهی انجام خواهد گرفت. نرخ ارز ما انشالله تو سال آینده باید، حالا 6 ماه اول اگر نشد 6 ماه دوم، ما نرخ ارز ما باید تک نرخی بشه. احتمالاً مشکل از حول قوه الهیه، یا حولش کمه یا قوهش، شاید هم کلن الهش مشکل داشته باشه. با اینا به هر حال رئیس جمهور منتخب نظام مقدس 2.5 سال بعد از به دست گرفتن زمام امور کشور همچنان وعده حل یکی از مشکلات اساسی کشور میده، اونم وعده 1 سال بعد 2 مرتبه. ما نرخ ارز ما باید تک نرخی بشه. این جلو بسیاری از مفاسد رو میگیره و یک ثبات بهتری رو به بازار میده. یعنی اون 2.5 سال که مفاسد، یعنی بسیاری از مفاسد همینجوری قلقل میزد تو کشور به خاطر تک نرخی نبودن نرخ ارز، هیچ، حداقل 1 سال دیگه هم ادامه پیدا میکنه تا انشاءالله و به حول قوه الهی اواخر سال آینده دیگه برطرف شه. ارز سوار بر اله کلنگ قیمت، دلار رکورد 3600 رو شکست. دلار 3550 تومان تقریبا از 1 ماه پیش شروع کرده و الان به تقریبا 3600 تومان رسیده. این گزارش در همون روزایی که رئیس جمهور منتخب وعده برطرف کردن مشکل ارز در سال آینده رو میدادن تهیه شده بود. طبق معمول نخستین قربانی این الکلنگ سواری نرخ ارز در دولت تدبیر امید مردمن. اونطور که بانک مرکزی آمار داده، شاخص بهای تولید کننده در ایران در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 95 نسبت به 12 ماه منتهی به اردیبهشت 94 4.3% بالا رفته. این یعنی تولید کننده ها جنسشون رو گرونتر از قبل تولید میکنن. زنگ خطرها اونجایی به صدا در میاد که احتمالاً این بالا کشیدن قیمت تولید دیر یا زود بارش رو رودوش مصرف کننده میندازه. کلا در نظام مقدس وقوع احتمالات حتمی ولی وعده مسئولین شرطی است.
حول قوه الهی و استکبار و بازار جهانی و حال رهبری و ولع و رعیت‌مداران سپاهی روش اثر میذارن. دلار سوار بر آسانسور قیمت. امروز و در بازار دلار با 31 تومان افزایش 3764 تومان خرید و فروش شد. افزایشی که بی تأثیر از افزایش 5% قیمت دلار در بازارهای جهانی نیست. عرض نکردم تقصیر بازار جهانیه. نرخ ارز یا سوار اله کلنگه یا آسانسور. در نظام مقدس دم به پول ملی وصل به دم به دلار آمریکا. ارزش اون بره پایین، ارزش ریال هم میاد پایین. البته ارزش اون بره بالا هم ارزش ریال باز دو مرتبه بالا بر نمیگرده ها. جادهش یه طرف است. مردم هم باید بسازن. این روزها مردم از افزایش قیمت مواد غذایی گله‌مندن. همه چی گرون شده. روغن، برنج، مواد غذایی اکثر اونا که ما مصرف کنیم، قند، چای، روغن، همه اینا گرون شده. دیده ها و شنیده ها هم این موضوع رو تایید میکرد. در حقیقت مردم باید بهای بیخردی مسئولان در حکومت اسلامی رو پرداخت کنن. اینا میخوان دیکتاتور سوریه رو حفظ کنن در قیمتی. مردم باید مایحتاج زندگیشون رو گرونتر بخرن. اینا میخوان با دنیا در بیفتن. مردم ایران باید تحریم شن. کسی هم اعتراض کنه میشه جاسوس یا با ارفاق تهدید امنیت نظام. در ضمن آقای بزرگ که رئیس رئیسای حکومت اسلامیه در سال 95 49 سخنرانی داشتن که در هیچ کدوم یک کلمه راجع به نرخ ارز که یکی از مشکلات اساسی کشوره سخنی بر زبان نیاوردن. من متاسفانه نمیتونم ببینم. هر مسئولی یه عذر و بهونه مخصوص خودش آورد. نوسانات توی بازارهای مختلف یه امر طبیعیه. ما معمولا توی برخی از فصول سال یه نوساناتی داریم که به هر حال مدت اخیرم توی بازار ارز شاهد نوساناتی بودیم. منشأ اصلی نوسانات نرخ ارز تورمه و با توجه به اینکه تفاضل تورم داخلی با تورم جهانی به حداقل ممکن رسیده، علل قاعده نوساناتی که ما در بازار ارز داریم نوسانات محدودی خواهد بود. آقای دکتر علی طیب نیا وزیر اقتصاد قبلی دولت تدبیر و امید اظهار نظر می‌فرمودند. من نمی‌دونم چطور بقیه کشورهای نفت خیز آسیای خلیج فارس همچین مشکلاتی با نرخ ارز ندارن. به هر حال 23 روز بعد از این اظهارات وزیر اقتصاد، نرخ ارز همچنان سوار آسانسور موند. دلار امروز در بازار آزاد بالای 4100 تومان معامله شد. البته سامانه نظارت ارزی بانک مرکزی یا همون سنا قیمت دلار آزاد رو 4071 تومان گزارش کرد. این موضوع تفاضل نرخ تورم جهانی با نرخ تورم داخلی رو هم افزایش داد. نقطه اتکای اصلی مسئولان نظام مقدس در حل این مشکل اساسی، یا بهتر بگم در حل این بحران اساسی، گفتار درمانی بود. قیمت ارز خب یه فراز و نشیبی داره، اما مردم ما مطمئن باشن که قیمت ارز به سمت افزایش نخواهد بود. در همان زمان ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم به کمک آقای روحانی شتاب. این یه نوسان فصلی است که داره الان روند طبیعی خودش رو طی می‌کنه. در مجموع نرخ ارز به ویژه مشخصا دلار رو شما فکر می‌کنید به نظر من این باشه روندش من روندش کاهشی بود. روند کاهش رو طی خواهد کرد. به اون اعداد قبلی برمیگرده دکتر یانه. من عموما رقمی رو اعلام نمی‌کنم. منتها خب طبیعتاً به رقم قبلی مثلا دامنه 3500 تومان که نباید انتظار داشته باشیم، ولی حتما روندش روند نزولیه. توضیحات و توجیهات آقای سیف گاهی انقدر خنده‌دار می‌شد که خود رئیس جمهور منتخب هم بهش واکنش نشون میداد، البته در یک دوئت هماهنگ. البته حالا آقای سیف استدلال‌هایی می‌کنه، میندازه گردن 40 و سال مسیحی و اینا. حالا هنوز ما که قبول نکردیم به هر حال که 40 که معمولا همیشه خیر و برکت، تولد عیسی مسیح هم خیر و برکت، بعید میدونم من ارز گرون بشه. حالا به هر حال همینجوری مردم رفتن سر کار تا سال 96. نرخ ارز، ببینید نرخ ارز خب در طول دولت 11 به طور متوسط اگر 4 سال رو ما حساب بکنیم رقم خیلی بالایی نبود. حالا بانک مرکزی این رقم رو اعلام کرده بود مثلا 5% 6% 6% در سال، البته که 3 سال و نیمش میشه همون 20% حدودن. و
و این اوکیه کلن در نظام مقدس. حالا 20% نرخ ارز تو 3.5 سال گرون شه، اتفاقی نیفتاده که. این اصلا کلن طبیعیه در حکومت اسلامی. سال جاری هم خب در یک مقطعی به خاطر شایعاتی که ایجاد شد یک رشد غیر قابل پیشبینی در بازار کرد که خب یه مقدار متعادل شد، اما در این حال همیشه ما در این فصل همه سالها که شما به آمار مراجعه کنید ببینید در آذر و دی ما قیمت ارز ما میره بالا، تو بهمن و اسفند میاد پایین. البته امسال یعنی سال 96 در دی یه جوری قیمت دلار رفت بالا که بهمن و اسفند هم مجبور شدن دنبالش برن، اما آقای روحانی که هنوز از اتفاقات دی خبر نداشتن، به عنوان یه رئیس جمهور که دکترم هست قدرت پیشبینیش رو هم نداشتن. این نشان از میزان تسلط ایشون بر علوم اجتماعی داره خودش. بنابراین به گفتار درمانی ادامه دادن. برنامه دولت این نیست که از طریق افزایش نرخ ارز بخواد درآمد کسب بکنه. یعنی اون شایعات که در میان مردمی که عجب دولت باز پول کم آورده داره دلار گرون میکنه، اصلا ما دنبال این نیستیم. بله اینا دنبال اون نیستن، برای همین هر سال نزدیکای عید قیمت دلار میبرن بالا که حقوق عیدی مسئولین توش در بیاد. تولید کننده ها و کلا صنعت کشورم که همه کارگران اونجا حقوق عیدیشون رو میگیرن، انشالله به حول قوه الهی ایستادگی میکنن و این وضعیت رو تحمل میکنن. البته تو بازار اقتصاد هر کالایی به هر حال به یه دلایلی نوسانی داره، نوسانی که قابل قبول باشه. همه ارزهای دنیا یه نرخ‌هایی دارن، در طول سال ممکنه مقداری برن بالا برن پایین، ما هم جزو اونها هستیم. اینا هم جزو اونها هستن با یه درصد بیشتری، البته فقط وقتی ارزش پول اونا کم میشه. بیشتر وقتا ارزش پول اینا کم میشه که ارزش پول اونا اضافه شه، مثل آذر و دی. من خودم همیشه تلاشم در دولت 11 در دولت 12 هم اینچنین خواهد بود که ما نرخ رو متعادل نگه داریم. خب تلاششون رو کردن و دلار رفته بالای 6000 تومان. همین نشون میده تلاش نظام مقدس هم کارساز نیست و مشکل مردم حل نمیکنه. مهر تایید دیگری بر ناکارآمدی نظام مقدس. اون چه نیاز ارزی ماست با درآمد ارزی ما متعادل باشه. البته درآمد ارزی ما خیلی بیشتر از نیاز ارزی ما هست. پس چرا قیمت ارز شما همواره در حال سقوط است؟ حالا هم از نفت، میانات، صادرات غیر نفتی در مجموع ما حساب بکنیم، با نیاز ارزی ما درآمد ما خیلی بیشتره. از این نظر ما تراز ما مثبته در واقع. با اینکه از این نظر ترازشون مثبت بوده، دلار به 6000 تومان رسیده الان، یعنی 3.5 ماه بعد از همین حرفا. اینم نشون میده دکتر روحانی یا چیزی از اقتصاد سر در نمیارن کلن، یا در دروغگویی سرآمد مبلغان مذهبی هستن. البته ممکنه تقصیر تراز باشه که یه خرجایی مثل جنگ سوریه، جنگ یمن، کمک به حزب الله لبنان، حمایت از حماس فلسطین توش ثبت نمیشه، برای همین تراز مثبت نشون میده. تخم مرغ گوی سبقت رو در کورس آخر پاییز قیمت در بازار از رقیباش گوشت و مرغ رو دونه چنده؟ دونه 500 تومان. توی این 10 روز اخیر قیمتاتون شده؟ خیلی گرون شده، خیلی خیلی گرون شده. چقدر گرون وحشتناک شده. هر شونش برامون در اومده 14000 تومان که دونه 500 تومان مشتری میفروشیم. نفکر کنین قیمت بقیه مایحتاج مردم گرون نشده بودن ها. نه خیر، اونا هم گرون شده بودن، اما تخم مرغ بیشتر از بقیه گرون شده بود. وحشتناک. مردم نباید نگران باشن که فکر کنن یک نوسان شدیدی در نرخ ارز امسال یا در سالهای آینده ایجاد خواهد شد. برنامه دولت این نیست، بنای ما بر این نیست. مهمترین اصلی که ما تو اقتصاد مد نظر ما هست بحث آرامشه، برای اینکه مردم برای اقتصادشون بتونن آینده رو ببینن. دقیقاً مردم برای اقتصادشون آینده رو دیدن که در دی ماه ریختن بیرون. Oh, my God.
حتی این شعارها هم خرد را به ذهن مسئولان نظام مقدس بر نگرداند. نمیدونم میدونید یا نه آقای روحانی، الان قیمت دلار 4800 تومان هست. مخالفین دولت معتقد هستند که گرانی ارز در واقع اقدام خود دولت برای تامین کسری بودجه است. پاسخ شما به این چی هستش؟ نرخ ارز رو هم شما در سوالتون هم ما در پاسخ متعادل نمی‌بینیم و باید به تعادل برسه. باید برسه دیگه، تقصیر خودشی که به تعادل نمی‌رسه. نرخ ارز رو عرض می‌کنم، مسئولان نظام مقدس هم نقش بوق رو بازی می‌کنن. این پاسخ آخرین رئیس جمهور جمهوری اسلامی در اولین کنفرانس مطبوعاتی بعد از اعتراضات سراسری دی ماه. اگر نرخ ارز امروز بالاتر از هفته‌های پیش هست، حتما دلایل تجاری و اقتصادی نمیتونه داشته باشه. دلایل تجاری نمیتونه داشته باشه به دلیل اینکه ما در تأمین ارز و همچنین مخارج ارزی ما تراز ما مثبت هست، یعنی درآمد ارزی ما بیش از مخارج ارزی ما هست. بفرما، عرض نکردم تقصیر خود نرخ ارزه، وگرنه اینا درآمدشون بیشتر از مخارجشونه که با این حساب ارز باید ارزون بشه نه گرون. این از دلایل تجاری. حالا ببینیم دلایل اقتصادی چرا نمیتونه داشته باشه. دلایل اقتصادی نمیتونه داشته باشه به دلیل اینکه همون نکته‌ای که شما اشاره کردید، میگید بعضی از مردم میگن دولت خودش میخواد ارز رو گرون بکنه. این در صورتی است که دولت حداقل کسر بودجه داشته باشه. ما امسال کسر بودجه نداریم. جفتش به یه دلیل ختم میشه. چون کسری بودجه ندارن، افزایش نرخ ارز دلایل تجاری و دلایل اقتصادی نداره. حالا بگذاریم که تجارت و اقتصاد جفتش یکیه. پس افزایش نرخ ارز چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ و امسال یکی از سالهای خوب ما هست، چون در سالهای قبل ما همیشه در ماه دی و بهمن در مشکلاتی بودیم برای تأمین نیازهامون و امسال این چنین نیست. اگه اینجوری بود دلار چند میشد؟ یعنی یه جورایی سخنان رئیس جمهور منتخب با عقل جور در نمیاد. از طرفی همه نهادها و دستگاه‌ها و وزارتخونه ها از کمبود بودجه مینالن، از طرف دیگه نرخ ارز یکی دو ماهی هستش که از آسانسور پایین نمیاد، حتی سوار اله کلنگ هم نمیشه دیگه. اما بالاخره دلیل افزایش نرخ ارز چیه پس؟ قاعدتا دلایل روانی داره، یه تبلیغاتی داره. دلایل روانی و تبلیغاتی؟ خوبه تمام ابزارهای تبلیغاتی در دست خود نظام مقدس در بست. از رادیوها و تلویزیونها بگیر تا روزنامه‌ها و وبسایت‌ها. نکنه مردم دیگه به تبلیغات جمهوری اسلامی توجه نمی‌کنن؟ من می‌خوام مردم رو به آینده کاملاً مطمئن کنم. ما آینده ما از امروز حتماً بهتر خواهد بود. حتی در زمینه ارزی بهتر خواهد بود. آدمو یاد دیوی میندازه. یعنی اینجوری حرفای آقای روحانی درست از آب در میاد. توصیه من به مردم اینه که در این مسیر پر ریسک به خاطر منافع خودشون قدم بر ندارن. مسیرهای خیلی بهتر از مسیر ارز برای اینکه از پولشون مایملکشون استفاده بکنن وجود داره. ببخشید اینطوری شد، من برای درک بهتر مردم مجبور شدم این کار رو انجام بدم که وقت به اشتباه نیفتم و خدای نکرده فکر نکنن رئیس جمهور منتخب بهشون دروغ میگه. در مورد کمبود بودجه و دلیل افزایش نرخ ارز هم اگه با همین تصویر به سخنان رئیس جمهور گوش بدید همگی درست از آب در میان. و اما یک توصیه مهم دیگر، من خواهش میکنم از همه مردم به راهنمایی ها و توصیه های مسئولین اقتصادی و بانک مرکزی ما توجه بکنن، حتما با این توجه ضرر نخواهند. دیگه خود دانید، میخواید به توصیه های رئیس جمهور عمل کنید، میخواید نکنید. این
مبنای اسلام است، این جهتگیری اسلامه. کمک رسانی به اپوزیت را از یاد مبرید. راه‌های کمک رسانی روی تصویر به نمایش درآمده. حساب بانکی، حساب پیپل و آدرس پستی. آسان‌ترین راه حساب پیپل هست و اگر حساب پیپل ندارید میتونید با مراجعه به وبسایت اپوزیت upozit.com و کلیک روی این آیکون دونیت با کردیت کارتتون کمک رسانی کنید. با سپاس ویژه بابت کمک‌هایتان که سبب امتداد اپوزیت شده. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاریان با دیگر دوستانتان جدن کوشا باشید. به صفحات اجتماعی برنامه سر بزنید. توییتر از همه مهمتره. صفحه فیسبوک، کانال تلگرام و کانال یوتیوب اپوزیت منابع اصلی انتشار اپوزیت در فضای مجازی هستند. اگر بیننده یوتیوبی اپوزیت هستید حتما سابسکرایبر اپوزیت بشین، یعنی سابسکرایبر اون چنل بشین که در آینده هم خیلی مهمه این موضوع. این کار شما کمک بزرگی به برنامه میکنه. با سپاس از همه شما همراهان تا دیدار دیگر، شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خداوند ان شاء الله همه ما را آدم کنه.